بریم سراغ متن دوممون و سوال اولش. سوالی که پرسیده What is the main purpose of the passage؟ وقتی میگه What is the main purpose؟ کلمه main purpose رو که میبینیم یعنی 100% دنبال چی میگرده؟ عنوان متنمون میگرده، هدف اصلی متن. To introduce a special type of creature، معرفی کردن یک نوع خاصی از مخلوق موجود. creature از create میاد، معنی مخلوق. To show the role of fire in human survival، نشون دادن نقش آتش در نجات انسان. To prove the importance of oxygen for life، اثبات عدم اهمیت اکسیژن برای زندگی. To describe newly discovered unfriendly environments، توصیف محیط های غیر دوستانه کشف شده جدید، یعنی محیط هایی که برای زندگی نامناسبن، به درد زندگی کردن نمیخورن. خب من میرم بالا، خوب نگاه کن. You may think that people are capable of living in a wide range of environments. آدم ها میتونن در محیط های مختلف زندگی کنن. From the hot deserts of Africa، بیابون های گرم آفریقا، and Middle East to the freezing cold of Siberia or Northern Canada. داره جاهاشونو میگه، چیز خاصی نداره. Being an intelligent species، we work out how to use fire to keep us warm. یاد گرفتیم از آتش استفاده کنیم، خودمونو گرم کنیم. خب تا اینجا که فعلا داره راجع به انسان و محیطی که زندگی میکنه و خودش رو با اون محیط را وفق بده داره احتمالا صحبت میکنه. میرم پاراگراف بعدی. Take for example Spinolorhynchus cinzia، یه چیزی، حالا نتونستیم بخونیم من مهم نیست، یه چیزی، یه ایکسی. A tiny creature، چیه؟ یه موجود خیلی ریزه. About a millimeter long، یه میلیمتر long، and looking a little like a jellyfish، مثل jellyfish میمونه. This recently discovered animals is particularly interesting، جالبه چرا؟ As it appears to be capable of living without oxygen and is thus a multicellular anaerobe. خب پس میتونه در جایی زندگی بکنه که اکسیژن وجود نداره. خب پس اگر این متن من میخوام بپرسم هدفش یا موضوعش چیه، راجع به انسان نیست، اصلا راجع به یه موجوده. حتی خط آخرین هم میخونید گفته But there is a wide variety of organisms capable of living in environments in which no human could survive the extremophiles. خب پس اصلا اینجا راجع به انسان نیست. یعنی من خط اول پاراگراف اول و خط آخرش و خط اول پاراگراف بعد رو میخونم، میفهم راجع به موجوداتیه که میتونن در جایی زندگی کنن که انسان ها نمیتونن زندگی بکنن. پس 100% معرفی یک نوع موجود جدید، پس بهترین گزینه گزینه یک خواهد بود.